سلام رفقای گلم امیدوارم حالتون مثل همیشه عالی باشه و سرشار از انرژی مثبت باشیم با یه قسمت دیگه از مبحث توابع در خدمتتون هستم ادامه ویدیو رو با یه لبخند خوشیل با حس خوب و خیلی پر انرژی دنبال بکنید توی قسمت قبلی در مورد روش اول تعریف توابع توی زبان جاوا اسکریپت که فانکشن دکلریشن بود صحبت کردیم توی این قسمت میخوایم روش دوم که فانکشن اکسپریشن هست رو با هم دیگه بررسی بکنیم خب سری یادآوری بکنم روش اول رو کلمه کلیدی فانکشن رو مینوشتیم. بعد یک نام واسه یه تابعمون انتخاب می کردیم که نام دلخواه هست ولی خب بهتره که نام رو یه جوری تعریف بکنیم یه اسمی واسه یه تابعمون مشخص بکنیم که نشون دهنده اون کاری باشه که تابه قرار انجام بده بعدم پرانتز باز بسته و کروش باز بسته بین این کروش باز بسته هم دستوراتی که این تابع باید اجرا بکنه رو مینوشتیم. این شد تعریف تابه صدا زدن تابع به چه شکل بود فراخانی تابع چطور بود اسم تابه پرانتز باز بسته سمیکالن خب این شد روش اول حالا ببینیم روش دوم چه شکلیه اگه بخوایم دقیقا همین تابع رو با استفاده از روش فانکشن اکسپریشن بنویسیم باید چی کار کنیم ببینید بچه ها توی روش فانکشن اکسپریشن مشابه تعریف متغیرها رفتار میکنیم یکی متغیر رو چطور رفتار میکردیم؟ نوشتیم ور بعد یه دونه اسپیس یه دونه فضای خالی اسم متغیر مثلا می میلاد اسم متغیر رو هر اسم دلخواهی بعد مساوی بعد مثلا مقدار متغیر حالا اینجا به جای این مقدار متغیر میایم چیکار میکنیم کلمه ی فانکشن رو مینویسیم. بعد پرانتز باز بسته بعد کروش باز بسته ببینید برعکس روش اول بعد از کلمه کلیدی فانکشن ما اسم تابعه رو نداریم بعد از فانکشن مستقیما این پرانتزا رو داریم به این نوع توابع ما توابع بینام یا انونیمس فانکشن هم میگیم خب بچه ها حالا چطور ما به دستورات این تابع دسترسی داریم؟ چطور باید این تابع رو صدا بزنیم؟ اولا این سه خد دستور رو از اینجا کپی بکنم و توی اینم پیس بکنم اینا رو هم کامنت میکنم دیگه کاری باشون نداریم خب الان ما از طریق این نام میلاد به این تابع میتونیم دسترسی داشته باشیم یعنی اگه بخوایم تابع رو صدا بزنیم با استفاده از این اسمی که اینجا مشخص کردیم میتونیم صداش بزنیم ببینید می میلاد پرانتز باز بسته دقیقا مشابه حالت بالا چطور صدا میزدیم اسم تابع پرانتز باز بسته اینجا همون اسمی که واسه متغیرمون تعریف کردیم همون نشون دهنده تابعه هست خب حالا اگه کد رو اجرا بکنم ببینید یک بار دستورات داخل تابع اجرا میشن اگه یه بار دیگه اینو بنویسم میلاد پرانتز باز بسته یه بار دیگه کد رو اجرا بکنم ببینید الان دو بار اجرا شده تابعمون خب حالا اسمش رو تغییر میدم به همون شو بایو که اسم بهتری هست شو بیو اوکی پس این شد در روش دوم بچه ها الان اگه کد رو اجرا بکنم باید ارور بده دیگه درسته چون میگه که میلاد is not defined یعنی میلاد تعریف شده نیست ما اینجا یک تابعی رو داریم صدا میزنیم که تعریفش نکردیم تابع میلادی الان وجود نداره اسم تابعمون شوبایو هست پس اینجا باید اینو تغییر بدم به شوبایو شوبایو یه بار که کد رو اجرا بکنم الان میبینید که دو بار تابعمون اجرا شده پس این شد روش دوم تعریف توابع توی زبان جاوا که بهش روش فانکشن اکسپرشن گفته میشه مشابه تعریف متغیر هست بعد از علامت مساوی کلمه فانکشن پرانتز باز بسته کروش باز بسته و بین این کروش باز بسته دستورات تابع رو می نویسیم. حالا این روش نسبت به روش اول یعنی فانکشن دکلریشن چه تفاوت هایی داره چه فرقی با هم دیگه دارن روش دوم یعنی فانکشن اکسپرشن یه سری مزیت ها داره یه تفاوت های جزئی با هم دیگه دارن این دوتا روش که توی قسمت های آینده واسهتون توضیح میدم اما توی این مثال خاص هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن ولی در اصل تفاوت هایی دارن این روش فانکشن اکسپرشن یه مزیت هایی داره که توی قسمت های بعد باهاش آشنا میشیم حتما حتما جلسه امروز رو هم تمرین بکنید این دوتا روش رو با هم دیگه مقایسه بکنید به هر دو روش تابع رو تعریف بکنید و فراخانی بکنید صدا بزنید تا قسمت های بعد و ادامه مبحث تابع شما رو به خدا میسپارم موفق باشید